به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام دانشآموزان گرامی، دوستان عزیز، رسیدیم به درس ششم از سلسله درس های کامپیوتر برای نوآموزان. در درس گذشته ما و شما به قسم های ورود سازی و قسم های خارج سازی یا قسم های خروجی و ورودی آشنا شدیم و در این درس به قسم های عملیاتی یا قسم هایی که وظیفه‌دار هستند به یک کار آشنا می شویم. این در زبان انگلیسی processing units و در زبان تاجیکی قسم های عملیاتی گفته می شود. یکی از همین قسم ها logical and arithmetic unit، logical and arithmetic unit، قسمی اریتمتیکی و منطقی. خب دویم قسم motherboard ترجمه شده است تخته مادر، یعنی یک چیزی اساسی کامپیوتر به حساب می رود در کامپیوتر، motherboard که در این رم پیوست می شود. دیگر چیزهای جای گوشی است، جای پیوست کردن پروژکتور است، یعنی یک چیز، یک قسمی اساسی کامپیوتر به حساب می رود. خب سیوم سنترال پروسسینگ یونیتس، یعنی که سی پی یو سنترال پروسسینگ یونیتس یا کلمه به طور اختصاریش سی پی یو می شود. واحدی پردازش مرکزی WPM، واحدی پردازش مرکزی. خب این چیزها اونقدر برای کسی که کامپیوتر رو نو یاد گرفته است اونقدر مهم نیست، اما در رفتی که ما آشنا شده استیم با کامپیوتر پس آورده شده در اینجا، بنابراین یک خوانده میگذاریم. اما اینها عادتا برای کسان لازمی سخت است که وابسته به تعمیر کامپیوتر معلومات میگیرند، یعنی استاد کامپیوتر هستند یا شدنی هستند در آینده. این چیزها رو باید درباره هر یک همین قسم های احتیاطی یا درباره همین یک هر یک قسم باید که موضوع ها یا کتاب ها خوانده شود که باید معلوماتی کامل گرفته شود. خب میموری خاطره، یعنی خاطره یکی از قسم های عملیاتی به حساب می رود. خاطره دو نموده است، یعنی رم و روم. رم گفته Random Access Memory، حافظه دسترسی تصادفی، و روم گفته Read Only Memory. شاید جدا نشته، Read Only Memory، حافظه تنها برای خواندن. یعنی یک اصطلاح های کامپیوتری بگیم هستن و در بالا اگر شما یکم رقم را دیدید، مثلا رقم 59 60 61، مثل این 59 رقمی 60 کجا شد، رقمی 60 رقمی 61 در اینجا ترجمه هاش آورده شدن. می توانید ویدیو را باز دارید و نگاه کنید که کدام کلمه چی ترجمه شده است. خب میگذاریم به قسم های ذخیروی، storage units، قسم های ذخیروی. یعنی قسم های ذخیروی گفته جهاز ها یا آلت های رو میگویند که در اونجا ما معلومات ها رو ذخیره میکنیم، مثل ویدیو، رسم، صدا، کتاب ها، برنامه ها، هر چیزی که در داخل کامپیوتر هست می توانیم که در اینجا اونها را ذخیره نماییم. یکمین چیز که در هر یک کامپیوتر هست و چسبانده شده است، این را هارد دیسک می گویم. هارد دیسک درایور و به طرز اختصاریش این خیلی اشاره شده است در کامپیوتر های در کامپیوتر ها HDD Hard Disk Driver
HDD Baza bu çocukken hard disk. Tercüme aslında tercüme işe kelime hor her ya kelime hor tercüme kınım o kadar rost namıyor. Bak kadın kötü bak diyor ki hard gufta çizi sahtır olmayan duruştur olmayan disk gufta çizi doyra şaklar olmayan drive gufta aslında kelime drive ronanda gira mı güyan ronundan meşava kadar ince olarak bir diski sahti ronandaki tamamen turuna mı gira. Binobarın tercümeyi tojikiş hard disk. Yani diski dahiliyen tercüme şeklinde meşava. External hard drive. Yani ki Western Digital. Diski duruşti beruni. Yani anlamın kelime hard ki derince az manaş duruş meşava. Yani diski beruni hem meşava tercüme kınayım ve diski duruşti beruni hem meşava tercüme kınayım. Yani bu hard diskoyi xorici ki beruniye ki her kucu meşava onlara barayın biduni kompüter hem. Ve inho şuru meşavan az 320 GB ve aynı hol 4 TB niz vücud olarak. 4 TB. Xo floppy disk. Vakti in namu disk hona budan, vakti disk hoy ana in disko kam yoft budan, az ana in disk ho pur bud. Yani avvalin disk hoy ki dar kompyuter istifoda meşir, ana in ho. Agar xato nakunam yak 100 MB hastan. Yani hatta gigabayt ham nestan. Floppy disk gufta diski murabba tercüme şude ast. Floppy gufta tercümeş narm sust. Yani aksi kelimeyi hard. Xo CD yani kelimeyi ihtisar şude ast. Ve purangiyash meşavad compact disk. Compact disk. Diski fişurda. Ya ama CD mi gönder zaman çocukken diye. Ya diski CD diye diyor ki ya diski DVD diye. Xo ya namu diye diye kısmı ki zahira mı gönder dar xud DVD Digital Video Disk Digital Video Disk kelime-i video navor video tasvir tercüme şude ast ve bazı bu çocuk ki DVD ham meşavad ya tercüme-i بگیم انا این کلمه دیجیتال ویدیو دیسک قرصی رقمی تطبیق پذیر البته این طرز فکر نمیکنه اون کس بگوید کلمه معمولی یعنی کلمه ای که بگیم مردم استفاده میکنن حاضر DVD است DVD و CD خب این رقم ها ترجمه های کلمه های انگلیسی هستند که میتونید در بالا شما نظر نمایید مثلا 64 وسترن غرب غربی می شود و دیجیتال رقمی می شود خب فلوپی نرم سست می شود خب ویدیو نوار می شود ویدیو می شود مثل همین ها خب می گذاریم به قسم ششم فلش فلش ترجمهش درخش علنگگری می شود یکی نمون در زبان ترکی هم فلش میگیم دیگه یعنی این قسم این آلات های که این جهاز ها همه اش برای چی هستن ذخیره کردن معلومات خب اینجا بود فلش و این میموری کارت memory card کارتی حافظه یعنی فلش گفته انا این ها رو میگویم و memory card از فلش چی فرق دارد فلش تنها در کامپیوتر استفاده می شود اما memory card در تلفن نیز استفاده می شود در جهازهای عکس برداری نیز استفاده برده می شود در بسیاری چیزها memory card استفاده برده می شود در داخل تلفن ها خب این بود قسم های میگیم که ذخیره یا که ذخیره میکنم مثلا
خب انا اینها واحد های ذخیره سازی استانداردی، یعنی حاضر ما میگیم که مثلا هر دیسکی 4 تیره ها برآمده است. 4 تیره ها چی رو در نظر داریم؟ یعنی 4 تیره چی رو میفهمیم؟ مثلا در بازار میریم میگیم 2 کیلو سیب دهه، میفهمیم که 2 کیلو سیب یعنی 2000 گرم، 2000 گرم سیب یعنی 1000 گرم 1 کیلو، یعنی چینکی بازار کیلوگرم است. یعنی چینکی ساحه کامپیوتر چی است؟ انم اینها است. یعنی یک بایت برابر با 8 بیت است. یعنی 8 بیت یک بایت است. خب 1024 بایت، 1024 بایت یک کیلوبایت است. یعنی از این طرف خونم بریم، از طرفی راست با چپ، مثلا 8 بیت یک بایت است. 8 بیت چی خدر است؟ یک سوال پیدا شود. 8 بیت یعنی یک بیت یک حرف، یعنی و یک بیت، او یک بیت، ه یک بیت، مثل همین. 8 بیت، 8 بیت یک بایت، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 معذرت زیاد 4 4 انا همین یک کلمه یک بایت است، به خاطر که از 8 بیت عبارت است. خب 1024 بایت، 1024 بایت بعد یک کیلوبایت می شود. 1024 بایت یک کیلوبایت است. 1024 کیلوبایت یک مگابایت است. 1024 مگابایت یک گیگابایت است. 1024 گیگابایت یک ترابایت است. عین حال همین ترابایت موجود است، یعنی زیاد زیاد 4 تراها با فکر موجود است، 4 ترابایت. شاید از اون زیاد باشد اگر من معلومات ندارم، یعنی 4 ترابایت تشدیدگی هستم. 1024 ترابایت یک پتابایت است. پتابایت 1024 پتابایت یک اکسابایت است. اکسابایت 1024 اکسابایت یک زتابایت است. زتابایت 1024 زتابایت یک یوتابایت است. البته این سه چهارتای اخیر وجود ندارن، یعنی هم وجود ندارن، لیکن یعنی اگر در آینده همی خیم تگابایت، مگابایت، گیگابایت، ترابایت اگر همی خیم رفتن بگیرد، یعنی یک حسابی، یک چینکی که برای چیزهای داخلی کمپیوتر چین کردن همین ها رو، همین اصطلاح ها رو گذاشتن. بنابراین برای ما مهمتر همین چهارتاش هست، یعنی مگابایت، کیلابایت، مگابایت، گیگابایت و ترابایت هم گاه استفاده می شود. ترابایت اما زیاد که گیگابایت استفاده می شود. خب ویدیو در روزی بعد شد، معذرت زیاد. این بود درسی پنجم، درسی ششم، معذرت، درسی ششم. و تو درس های نوبتی خداحافظ.